بیننده های عزیز پروگرام های هنر شیلا هستم. امشب باز میمان خانه های همه شما هستم. امید همه شما پیش تلویزیون شده باشین و برنامه خودتان برنامه آینه هنر را تماشا کنید. مثل هر شب امشب باز برنامه آینه هنر است، اما امشب یک شب متفاوت است، چون همه ما شما بعد از سپری کردن یک ماه مبارک رمضان امشب عید داریم و خدا کنه که همه شما با فامیلای محترمتان عید خوش را سپری کنید. از طرف خود و از طرف تیم کاری خود عید برای همه شما داخل افغانستان و خارج افغانستان عزیزا و هموطنای ما که هستن تبریک میگم، مخصوصا کسایی که داخل افغانستان هستن که باید حد دوستشان دارم و برایشان عید از صمیم قلب تبریک میگم. بینندگان عزیز، مثل همیشه میدانید که برنامه ما از تلویزیون جهانی پیام افغان منتشر میشه و تلویزیون جهانی پیام افغان که برنامه های بسیار جالب و دیدنی دارن که رئیس از تلویزیون آقای خطاب هستن که خودشان برنامه های بسیار مفیدی دارن و همکاران تکنیکی که در پشت پرده هستن که ایشان فرزاد جان است که همیشه برنامه های ما را به موقع و وقت خوب بر شما میمانند، ازشان تشکر میکنیم. و اگر شما بخواید برنامه های داشته باشید امثال برنامه های ما یا اعلانات تجارتی یا خدای ناخت اعلانات فوتی میتونین از طریق قضی تلویزیون به بسیار سهولت به نشر برسانید. ما منتظر همکاری های شما هستیم. حال پیش از این که ما برنامه را شروع کنیم میگیم که شب گفتیم پیشترم شب متفاوت و بسیار خوب هست و دلیل از این هست که ما امشب یک هنرمند نه بلکه هنرمندهای بسیار خوب دعوت کردیم از راه دور و نزدیک بر شما آمدن که هیده با شما داشته باشن. پس منتظر باشین که ببینین ما بر شما برای هیچ چی آوردیم. با ما باشین. سلام ساعت شما خوب و خیر خوب هستین؟ سلام ساعت شما خوب جان میشی سروش جان؟ ایرا جان گل خوش آمدین. بسیار خوش هستم. بیننده عزیز میبینین که دو هنرمند بسیار خوب خدا داریم، ایرا جان و سروش جان که هر دویشان امشب میمان ما هستن. باز هم اینا فامیلا رو اعلام کردن پیش ما آمدن دیگه، با ما غرض نیست، ما برنامه رو ثبت میکنیم، اینا با شما میباشن باز خانه رفتن لب میکنن. از شما روز نداریم. درست است. خب شما تلویزیون و بیننده ها سروج جان خود تزمه که دستان بزرگتر است، اول خیلی سما اول شما بزرگ هستید. دوستای عزیز خدا کنه جور صحتمند باشین. عید همه شما عزیزا تبریک. ما عید ما میگه از طرف ما هم شما تبریکی کردن که همه دوستا خدا کنه جور صحتمند باشین و خنده همیشه بر لبای شما باشه. خب بیننده عزیز سروش جان، سروش جان گل، از طرف ما بر همه سلام، عید بر شما همه تبریک میگم. روزه و نماز هم قبول. وی این روزه و نماز یادم رفته بود. آفرین. من گفتم یادم رفته بود. اینم میاد دیگه. تو بازم همین سروشک. سروشک که ما را یاد داد که روزه و نماز هم بگیم. مگر چی که گفتیم رمضان خب شامل روزه و نماز است. ایرجان گل، میفهمی که دو هنرمند دیگه ما ماندن، هنرمندای بسیار بسیار خوب ما که میفهم که همه ببینن حتما خوش میشن. خودت میفهمی؟ ما خبر دارم میفهمم تا ولگ بگویم دل تا نهار کنم دیگه. حتما تمام دوستان منتظر هستن. بخیر دوستای ما درا هستن، بخیر نام میرسن درا هستن و انشاءالله جمع ما همتون دوستانه بخیر زیاد شده میره میرسن بخیر. خب ما هم منتظر شون هستیم. بر ما زنگ زده بودن که فقط 5 دقیقه بعد بخیر دمی نزدیکا هستن و آماده به حد خوب ما هستن. منتظر شون باشین. میمونه ما میایم. خب بیننده عزیز، دو هنرمند ما آمدن، ببینیم که کی هستن.
شیلا جان. سلام علیکم. سلام. خوش آمدید. ایده برای شما تبریک میگم. ما شما من ایده میکنیم. بفرمایید حالا فعلا. سلام علیکم. خوش آمدید. خوش آمدید به برنامه. بفرمایید عزیز، مثل که پیشتر با شما گفتم که هنرمندای عزیز داریم که امشب میمان هستن و فامیل خود ایلا کردن، همه را ایلا کردن بر شما آمدن که امروز ایده با شما باشن. و از جمله میمان ما هستن حفیظ جان بخش منصور و امید جان منصور. خوش آمدین و ایده بر شما تبریک میگم. و یکی از جمله میمانای ما کوتا، فقط ببینید که میمانای ما کی هستن، باز ببینید که ما چی با میمانهای خود داریم. خوش آمدین. خوش باشین. خدا کنه که تحفه‌های ایدی آورده باشین. شیلا جان اگر لطف میکنی ممنون خودت. امیدوار هستم که ایده خوب و خوش را هموطنهای عزیزم در سراسر کره خاکی و خصوص در کشور رنج دیده ما افغانستان ملاقات بکنن و خوشی او را بگذرانن، با وجود که ما و شما شاهد حوادث بسیار ناگوار در کشور خود بودیم. اما امیدوار هستیم، میگن که امید تا آخرین دم است، امیدوار هستیم که به هر حالتش صلح در کشور ما بیاید بخیر و مردم ما از این درد و رنج و غمی که دارن خلاصشان. ایده خوب و خوش برشان میکنم. تاریشه در ها بست، امید سمر است. سمر است، صد درصد. من به نوبه خود ایده به تمام هموطنان عزیز خود در هر نقطه دنیا کفتن تبریک میگم. خدا کنه که ایده خوش داشته باشن، جور سعدمند باشن و همیشه سعدمندیشون آرزو میکنم. خب آریان جان گل، کسی که واقعا در سر برنامه ما نامش نمیگیرم، میگم باش که در سر برنامه کلی که یک یه برنامه رو پسان روشن میکنه، یک وقت روشن میکنم. تو راست حفیظ جان همیشه که مک برنامه ته شدی که از همکارای بسیار خوب ما، کسی که واقعا برنامه را ثبت میکنن، خودشان درست میکنن، روان میکنن، مثلا هیچ خبر نمیباشه ما میفهمیم نام خدا کوالیتی بنایشم که بسیار عالی هست و نمبرش هم هست در روی پرده تلویزیون اگر کس کار داشته باشه میشه و پیشانی گشاده با شما هست. آریان جان گل هم بر من گفت که بخیر مقتداد میمانای دگان بخیر رسیدن. ببینیم که کی آمده دیگه، شما ببینید که میمانای بعدی ما کی هستن. حال ما تعریف آریان جان رو نمیکنیم دیگه، آریان جان به همه ما و شما معلوم است. بله. سلامت باش اندی وانه. نشاد جان فیروز بسیار خوش آمده. نشاد عزیز بسیار خوش آمده. بسیار خوش آمده. رامین جان نبوی، کسی که واقعا همیشه ما این هنرمنده خود را پد کرده بودیم. میمانای عزیز، رشاد جان گل، رامین جان عزیز، ما ماندیم دو هنرمند عزیز خدا، مخصوصا رشاد جان فیروز. همه میمانای ما عزیز هستن، اما اینا از جای دور آمدن و هنرمند هستند که مثل دیگه هنرمندای ما که در بین ما هستند سالهای سال زحمت کشیدند و هر دفعه که ما برشان زنگ میزنم فامیل عزیز محترم خدا ایلا کردن، از تقریبا 2-3 سال فاصله را داشتن اینجا آمدن پیش ما. و رامین جان نبوی همچنان که همیشه با پیشانی گشاده مثل تمام هنرمندای ما، مثل ایرج جان، مثل سروش جان، حفیظ جان، امید جان، که نه واقعا کسایی هستن که بیشتر هم برشون گفتیم که لب میخورید برنامه ما خوب میشه، خودت لب میخورید. خب خوش آمدید. کسایی که ویزا ندارن لب میخورن. خب خوش آمدید دوشاد جان. خوش باشم. رامین جان عزیز، کامرا به اختیار شما هست و خودت میتونید. اجازه هست رامین جان. بزرگ باشم. در قدم اول عزیز باشم. ما در قدم اول ایرا برای همه هموطنان خود مبارک میگم و در ضمن بعد از اینکه مبارک گفتن عید است میخوایم بگویم که تأثیرات بسیار عمیق خود از حمله های گذشته که در هفته گذشته در افغانستان رخ داده بر هموطنان خود اظهار میکنم. خداوند تعالی همه ایشان چون شهید هستند روی ایشان شاد داشته باشد. خب بیاییم طرف، چون عید است طرف جگرخونی نمیریم، پروردگار عالم
روی همه ایشان شاد داشته باشد و خداوند تعالی یک آرامی را در وطن عزیز ما بیاره. و ما هم از رامین جان گل آمدن یک سلام علیکی تبریکی دارند. من به بناوی خود عرض و ادب و احترام خدمت بیننده های خوب تلویزیونی شما دارم. خوشحال هستم که در خدمت شما و در خدمت عزیزان هموطن خود هستیم و همچنین امروز افتخار عزیز داریم که دوست بسیار قدیمی ما از موسیقی‌های بسیار قدیم ما رشو جان فیروز در پلی خود داریم. بسیار خوشحال هستم دوست عزیز ما. بناوی خود تبریکات خود میگویم. البته قبل از که ما مسئله گپای خود شروع کنیم، رشو جان فیروز عرض کردند، بازم ما اظهار تاسف دارم به خاطر عملات انتحاری قبلی که در افغانستان به وجود آمد. خب به هر حال هم ما متاسفانه متاثر هستیم از این مسائل. خب چه میشود کرد؟ خداوند به همه عزیزان ما صبر جمیل عنایت کنه و از صمیم قلب عید فطر رمضان به تمام دوستای عزیز خود، عزیزان افغان خود تبریک عرض میکنم. امیدوار هستم که در آینده نزدیک صلح پابرجا در افغانستان بیاید و آرزومند هستم که همیشه لبخند بر لبان عزیزان ما شکوفا باشه. خب امروز همه هنرمندان ما با شما تبریکی کردن. امروز یک برنامه بخیر متفاوت هست که خودتان خواهد دیدین و میبینین نام خدا همیشان صمیمانه امروز آمدن. شما برین، چیز زیاد نمیگیم رشا جان عزیز، میمانیم که ببینن که در برنامه چی چیزای همه ما شما بر بیننده داریم. درست است؟ بخیر عزیز متا، ما میخواستم شیلا جان پیش از اینکه به خیر خوبی به موسیقی شروع کنیم یک گفتنی کوتاهی دارم. هزار دفعه کمره به اختیار شما و برنامه خودتان است. قربانتان. ما میخواهیم که یک تشکری بکنم از شما و خاطر از اینکه شما یک آدم فرهنگی هستین، یک خانم که با این جرأت و با این چی میگن پشتکار داشتن اینطور برنامه هایی را جور میکنین که تا ما بتانیم ما آوازخانا یا هنرمندا از این طریق وصلا چی میگن بتانیم برای مردم خود آواز خود برسانیم و خدمت بکنیم. از خودت یک جان تشکر. ما شما تشکر میکنم. از روز اول 5 سال شد تا امروز ایرج جان، شما، رامین جان، افیز جان، امید جان و سروش نازنین که دفعه اول است که در برنامه ما هستن، اما در پشت پرده همیشه با ما هستن، همیشه با ما هستن. هنرمندایی که واقعا مثل یک فامیل هستیم ما با هم. هر وقت که برشان صدا کردیم صدای مرا خالی نماندن و همیشه با برنامه خودشان بودن. ما همیشه در برنامه خود از همه شما سپاسگزاری کردیم و حالا از شما تشکر میکنم. ما میریم برنامه رو میبینیم، بعد از اون در بین برنامه گفته شروع خود می داشته باشیم. مثلا نیست که ما شما تماموزی کردیم حتما، مگم کوتاه ببخشیم بسیار زیاد ما خدا هم کنن که حذف نشه از هیچ. اصلا یک منظور مازی است که ما شروع میکنم از آقای حفیظ بخش که بسیار زحمت کشیدن و غزل میخوانن، از حمید منصور که برادرشان است تبله مقبول می نوازن، باز دیگه ایرج کاظمی که هست دیگه چی میگن هر کاری ماست چی میگن کمپوزیتور اول حداقل اول کمپوزیتور بسیار قوی نه، یعنی ما نمیخوایم کال زیاد تعریف بکنم مگم احترام برش مشکل است و بعد از او اخلاقش نه، اول اخلاقش، باز کمپوزایش، باز بعد از او آهنگایش دیگه، باز نازنین ما سروش جان گل که پنجایش واقعا جادویی کار میکنیم و با مثلا آریان جان گل ما که اینقدر حوصله داشت او شما رو تعامل کنن لطف کردین رامین جان. بله، آریان گل همیشه همکار به حد خوب ما هستن، واقعا نمیالم ازم صبح تا حال گشنه و تشنه هستن. خب آریان جان گل، امروز تمام روز ما اینجا میز جور کردیم، ایدی کردیم، غذا خوردیم، اما آریان جان فقط در پشت کار بوده، کارها را پیش بره. حالا آریان جان یک چند دقیقه میمونیم بره غذای خود بخوره و ما استیج یار جور میکنیم، باز بخیر میاییم پیش مردم خود دوباره. درست است؟ انشاءالله.
ندای عزیز شما دیدین که ما برنامه هیدی را با آهنگ هیدی شروع کردیم. امید که هید خوش شما هم هر کدامتان در خانه هایتان، در پاره فامیل هایتان و در بین خش قوم هایتان داشته باشید. و امید است کسانی که از یکدیگر ناراضی هستند بتوانند که در این روز هید با هم بپیوندند و دوباره با هم آشتی کنند، چون هید روز صمیمیت و روز محبت است. بینندگان عزیز شما می‌بینید که نام خدا همینجا هنرمندان ما، نوازنده های ما، کسایی که هستند همیشان واقعا بسیار به اتفاق کامل استیج جور کردن با بسیار خنده، با بسیار مزاق، با بسیار خوشی غذا خوردیم، چای خوردیم. همه ما حال ششتیم که برنامه رو برای شما ثبت کنیم. شما آهنگ اولی رو دیدین، بسیار خوب بود. پس حالا دیگر زیاد پرالفی نمی کنم، چون شما هنرمندای مورد علاقه‌تان در روی استیج دارین. فکر نکنم علاقه با صحبت کردن و قضیات داشته باشین. آله هاستا هاستا میریم یگان سوال ایدی می کنیم، یگان پرسان های ایدی می کنیم. می بینیم که کسایی که خاطرات خوش داشته باشن از هی پرسان می کنیم. با وقتی که معرفی کردیم هنرمند دارم ما دیم که حالا من می‌بینم که کی را برام کی از سوال می‌ترسه. چرایشون رو می‌بینم استاد است و با از سوال شروع می‌کنم. خب می‌فهمم که از کی شروع کنم. حالا می‌خوام که رشاد جانم بگیریم زیر سوال، ببینیم که رشاد جان گل برای ما چی قصه‌ای دارم در باره هیت. خدا رشاد جانم میمونیم چی میگن؟ خب درباره عید در قدم اول بعد از اینکه ماه مبارک رمضان بخصوص عید سعید فطر وقتی که رمضان مبارک خلاص میشه باز با خیر عید است که خداوند تعالی لطف کرده و همیک سه روزه برای ما عید ساخته و خوشی مسلمان هسته. دیگه چی میخواییم بفهمیم؟ خب میخواییم بفهمم وقتی که خورد بوده جوان خودم و خودم همیال هم هستیم. لطف کرده تشکر لطف کرده خودشان. رامین جان عزیز، رشاد جان 20 ساله هستن، چی 20 سال پیش؟ نه ما نه 26 ساله شده 67 سال پیش ما نه ما اگه با برطان میزنم باخر شیلا جان. بله آقا ایرج که بود در لیسه عمر شهید معلم فیزیک بود. اگه چون معلمه بودم با خدا اینه یه راستان دو خونده اتو معلوم میشه ایرجان گل که هیچ وقت خودت رو شد جانه ناکام نکشیدی یا رو شد اگه نه در شش ماه دو روز میامد خیلی در موسیقی مصروف هست یا مشروط هم نمانده از خود بسیار هم رد سبینی. خب میخواییم که بین دوی عزیز پیش از اینکه سوالاتی را خود شروع کنیم، میخواییم امشب همه ما خوش باشیم. همیشه برنامه ما خندان بوده، خوش بودیم. همیشه با هنرمندای خود سوال دوم تا با باشه شروع جان چی بود؟ معمولم جواب تو که باز خب ما میاییم یک دقیقه صبر کن دیگر یک که زوزو تو خطا و خطا مدر پر بگویم اول نخواهیش خب اینه بر ما چای رسید، چاکلیت رسید. ما بسیار فکر میکنم میمانای خوب هسته. فراموش نشه پیش از اینکه سوال شروع کنم رشاد جان گل که امشب ما میمان هتل دلاکس هستیم در راسبخ که عمر جان نماینده از اینجا هستن یا اینکه رئیسش هستن. همیشه که برنامه خود از صف میکنیم واقعا به بسیار پیشانی گوش دادم از ما استفاده میکنم واقعا سالون خوب که حتما بسان بلاشین شیلا جان که هرچه تا قطع کردم بخیر کامران میگیره و یبا واقعا بله بله این پشت ناش شما میبینیم بسیار یک سالون خوب و بیان برادرهای ما هستن در پشت پرده که واقعا بسیار زحمت کشیدن بر ما چای و همه چیز آماده که ساختن و خودشان هم اینجا هستن تا آخر برنامه همراه ما. خود باش ببینیم که رشاد جان از سوالان نگ روزم. رشاد جان گل وقتی که خورد بودین چی احساس داشتین وقتی که میفهمیدین اید میاد؟ چون من احساس خودم میفهمم راستش رو بگویم بسیار احساس خوشی و خاطر از اینکه اول خود ما ایدی میگرفتیم. بله همین پیسه می آمد دیگه از مادر، از پدر، از کاکا، از ماما و همه چیز و یکی لباس نو برای ما می خریدن و بسیار احساس خوشی بود. باز
کیک و کلچه و این گفت او را هر وقت آدم نمیخورد میگفت اید خونیست که کیک کنه هر از کلچه و کلچه باز یک چیز دیگه بود که باز میگفتن که هیچ یاد ما نمیره ما وقت خیرخانه زندگی میکردیم باز میگفتن که بریم دو لیگه که هیچ یاد ما نمیره یکی رشا جان گل خب خانم ها زیادتر فکر میکنم شاکی لباس بودن سه روز بر سه روز هم لباس های مختلف میساختن نه مادر پدر کسایی که اقتصادشان خوب بودن یا خوب نبود کوشش میکردن یا کوشش هم میکردن کسایی که اقتصادشان خوب هم نبود نرمال هم بود بازم در مو وقت یک لباس نو میبود اولاداشان یک لباس نو جدید داشته باشن هر دفعه رو میرفتی تا میگیدی بالا هیچ روزش میرسه که بپوشی بعد از اون هر کس که میمان میامد سلام کاکا سلام خاله اول میرفتی در دلت میرفتی هم ایدیر اول بتوید اون بازگاه گفای تا رو بزن اینه مثلا ما و امین جان چون یک جای تقریبا در نزدیکی زندگی میکردیم حفیظ جان خو از ما که در 15 سال کلانتر است ما و امین جان باز میرفتیم اون بودم اون لیگرکا و باز از اون چیز مذرف میخوریم که من اصطلاحات یاد میکنم باز یک چیز دیگه بود که مثلا 5 روپیه یا یک گپ آدم میخری دوره میگفتن خیرخانه خاطرات آن را رشا جان دیگه من گفت آن را 15 سال کلان شدیم باز بگی آره نسیم شد اگر پتکان میکنیم خوبه چیز چون نکنیم که دولی گپا از آن رشم خوب و خراب داره حالا خود اگر چی کنیم بیندای عزیز خب کل چیزها را سوال را یک آیا یک چیز موضوع باشه بسیار زیاد که تخم جنگی میشد نه این بسیار جالب بسیار زیاد این دنوروز نمیشد رشا جون نه به تفاوت بود همین جشن که میشد همین دولیگکا که میگفتن آله یک رفیق ما در اینجا بسیار جالب از ایره ما براتان بگیم یک رفیق ما در اینجا که وقتی که اکتوبر فست و ایگپا میشد در آلمان منظور مزیز که جشنا میشد میگه که فستکا شروع شده برید این هم یه همون دولیگرکای کامل هست فستکای دولیگرکا خب شما میبینید بیننده های عزیز که نام خدا اینا چه قیقه خدا دوست دارن شما فکر کنید نام خدا اینجا پنج شش دانه مرد یک جای شده باید یک آل هست فکر کنید اینجا پنج شش دانه خانم یک جای میبود ستیش در خاطر اینا ببینیم که نام خدا یکی دیگه خدا سنهای خدا میگن نگوان باز ما خانم های که از یکی دیگه یک ذرگر ترس داریم ملیم فیزیکو خب بینیدای عزیز میخواییم بخندیم میخواییم خوش باشیم مثل همیشه همیشه مثل همه برنامه های دیگه ما پیشتر اینمی جا تمرین داشتن من از دور شیشته بودم آهنگایشون هم میشنیدم اگرچه که راستی برتان بگویم که بسیار کم تمرین کردم فکر میکنم شاید 5 دقیقه یا 10 دقیقه اما اینمی جا ما ایره جان یک آهنگ گیر کردم و اونو ما آهنگ اینم یاد سرش میکنیم ایره جان عزیز همیار میبینم که ایره جان چون تالی رشا جان شیشته رشا جان سوالا سوال با جرات نام خدا بسیار جواب داد اینا جان ات دقیقه و خطا و خطا طرف ما سعی داره کال سوالا از طرف ما شروع شد نه برو دیاستا میکنم در دوره دوم اینا جان گل شکر 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 کشید مگر امتحان نه یا چون امتحان نامه ما رو مشکل تیر شد از امتحان ما تا آل یک امتحان سخت تر فکر میکنیم شاید در شاسان تر باشد یه آهنگ بسیار مقبول داره ایره جان همه آهنگاش مقبول است شما خودتان میفهمید که ایره جان کسی هست که بارها گفتیم و شما هم خودتان میفهمید که برنامه هاینی هنر با اولین مصاحبه که بود با ایره جان بود و ایره جان برنامه را شروع کرده و هر سالی که سالگری برنامه هاینی هنر باشه ایره جان در سالگریش بر ما یک مصاحبه همیشه داره درست است؟ بر ما اون روز یک چیز گفت گفت ما چون بایره بگو تو بگو یک رو فیت اگه قیچی نکرد گفت رو یک فیت اگه یک افتتا بیکرد من قیچی نکردم دیگر تمام وقت من برنامه خودت هستم واقعا هنرمند بسیار نازنین ما هستن و نوازخان بسیار خوب هستن هنرمند خوب کمپوزیتور بسیار خوب هم هستن که آهنگایشان کمپوزایشان به همه با اخلاص و بچه بسیار مذاقی واقعا بسیار بچه خوب خب دوستای ما که اینجا هستن همیشان ما بود آن هنرمندایی که همیشه برنامه ها داشتیم از همیشان خاطرات خوش دارم و دوستشان دارم و همیشان دوستای بسیار صمیمی خودم هستن از همیشان سپاسگزار هستم و عید برای هر یکشان اگر برنامه ما را ببینن تبریک میدم آل اینال ایده جان گلم
میریم آهنگ باغاریش سرش میخوانیم. آهنگ بسیار مست و بسیار خوب است و چون عید است میخوایم خوش باشیم. باشین کرامو جان میکروفون شما شد قرض میکنم همسایه ماست دیگه بفرمایید اینجا ما دیدیم که نام خدا ایرجان بسیار آهنگ مقبول خواند و دیگه هنرمندای ما همش خوان بسیار برگوای خوب میشه و واقعا یک عید بسیار خوب و خوش برای همه شما میخوایم و ما عید بسیار خوب داریم و ایرجان فکر میکنه که سوالات تمام شده نه ما میمونیم شد چند دقیقه کمی آهنگ خوانده از نفسکش سوخته میریم طرف کلانترین نفر در گروپ ما اینا رو شما فکر کنید که کی هست دیگه پیشتر شجاع سالمنترین منظورت آمد ما آجل کده سایل کنم پس دیر خواهد خب پیشتر چون رشا جان گفتن میریم طرف افریز جان گل که گفتن پیشتر که رشا جان و امی جان
وقتی که به خیال بسیار شوخی میکردن ایوان کارای اینا لا قصه شده بر ما بکنه نمیگه نمی مسئله راستی سه ما دروغ نمیگه خود خدا بولین که اینا لبان که قصه تن بشنویم که شما چه گستگولا را باب داده بودین ما خوره کلش باز با شما دیگه تر مو به مو کار نمیکنم اگر چی که رشاد جان خود تا پیش مردم اگر چی که رشاد جان خود تا در پیش کل تلویزیون گفت که شما نه باز خود از افریج جان خود باز ایمیل روان از اینی دو تو راست میگه از خردا بزرگا بخشیدن خب شما از اید قصه کنین از هوای اید قصه کنین از یک خاطره خوشتان قصه کنین بیشتر رشاد جان که یک موضوع رو بر شما یاد کرد که اید با ما واقعا که از چند ماه پیشتر منتظر بودیم که نمای مبارک رمضان است اید سعید فطر است پیشتر اید قربان است تکرار نشه گپا که همه ما و شما هم یک جزاب میداشیم که ایدی میگیریم لباس ما نو میشه پیش بچه کاکا و ماما و خاله و همه و دوستای خود میریم یه هرکس دو وقتا ما و شما میگیم هم قراغش بود یه هم سنش بود هم بازیاش بود بزرگترینشی بود و از همه گذاشته که خود دید و وادیدا محبت ها را بیشتر می ساخت صفای سال و صمیمیت بینمگی و میان می آورد امیدوار هستیم که ایدان هم تو باشه با وجوده که دهیش او روزا ما شما بینیم که در وطن ما یک ذرک جار جنجال است اما امیدوار هستیم خداوند مهربان است که اما تو ایدای را که ما 20 سال پیشتر مزه می کردیم و پیشتر که رشاد جان گفت باز ما یکان شوخی می کردیم این یا سر ما میواد اگان پتک هم میکدن اگان تو سر ما پتک هم میکدن ولی همون مزه داشت همون لذت داشت همون تو نیست واقعا که یک صفا و صمیمیت بود دین ما دیگه با اون امیده هم یالم واقعا با اون امیده هم یالم زنده هستیم از امو زمان ها از امو خاطرات امو زمان ها کیف میکنیم انسان ها همیشه ببخشی حفیظ جان که عرف دقیقه کنم انسان ها شیلا جان با یادای گذشته خود زنده هست چون آینده را ما نمیفهمیم که چی می آید مگر ما با یادهای دوران طفولیت خود و دوران جوانی زنده هستیم و بسیار یادهای شیرین هستند یعنی در کابل ما فکر میکنم یا در افغانستان در مجموع هر چیزی که ما داشتیم یا نداشتیم آیا سطح زندگی با کدام اندازه داشتیم مگر خوشبخت بودیم هر چی که داشتیم پیشتر را جان فکر دود که چی ما خودت دیدیم که دامید نه که دفعه سنجو سکر دیم فیلم بگر خسته نشی گفت نه نه گفت قصایت هم جالب است 40 ساله همه گفت نه آقا گیم ها گیدی خب یک چیز بر شما بگم که رشا جان اگال راست میگین هر کس از گذشته و از خاطرات گذشته خود مخصوصا طفولیت یک دوران است که واقعا هیچ وقت دوباره برنمیگرده اما شما حتما کسایی که اینجا هستن در این اواخر کدام طرف افغانستان رفتن یا ای که نرفتن اما خودم در این ماهای نزدیکی که بود از افغانستان تا جای کم خبر دادن آمدیم مردم ما مملکت ما همون مملکت است و همون مردم است که همون طور وطن دوست همون طور مردم میمان نواز واقعا ما خودم خاطرات بسیار خوب است وطن خود آوردیم یگانه مشکل ما هست مشکل همین انتحاری و انفجارات هست کمی یک بربادی و یک حالت بد در افغانستان میره در غیر از او مردم با بو کم خود که دارن واقعا راضی هستن ما وقتی که این دفعه بارها گفتیم اما در پرده تلویزیون خود ما یعنی همین برنامه خود ما اولین بار شاید بس وقتی که ما بار اول افغانستان رفتم فکر میکردم یک جای رفت میرم که اصلا تک تک و خراب و اما وقتی که داخل شدم واقعا بسیار ایران مانده بودم که اینقدر صفایی اینقدر سترگی مردم بسیار زیاد خوش دارند که پاکی و سترگی و نظافت و خسته شده مردم از جنگ و کشتار و اینا خسته شدن خدا توفیق بده کسایی را که همین کارا را میکنن که دیگه نکنن توفیق به این بده که نا دیگه همین کارا را نکنن و هم بربادی را در افغانستان نندازن و ما امید داریم پیشتر هم گفتیم تاریخ درها بست امید سمر است و ما شما همین برنامه را که میگیریم مخصوصا زیادتر برای کسایی هستن که در افغانستان عزیز هستن و امروز شما و نرمندهای عزیز از دور میبینن و ما برای 15 ثانیه شیلا جان میخواییم کوتاه یک چیز بگوییم ما از هموطنهای خود خدا کنن که از کدام ملیت هستن یک خواهش دارم که ما صدها سال همراه یکی دیگر بعد از تاریخی که افغانستان جغرافیش جور شد و یا خراسان سابق بود یک جای ما زندگی کردیم ما در خیرخانه زندگی میکردیم همسایه ما هزاره بود پنجشیری بود پشتون بود، تاجک بود، هر کسی که بود بله بله. ما
نمیفهمیدیم تا پدر نمیفهمیدیم اصلا ما حساب نمیکردیم برادر پیکر هستیم بانین که پاکستان هر چیز دسیسه ای که میکنه توطعه ای که میکنه در بین ما شما کار نکنه یکی دیگر را دوست داشته باشیم ما افغان هستیم میره بارها گفتیم که ما شما باید به نام مذهب و قوم و زبان با یکی دیگر نزنیم اصلا ما شما در اروپا زندگی میکنیم یک روز ما نشنیدیم که یک نفر بگه که ما از این شهر آلمان هستم یا ما از این شهر آلمان هستم همیشان میگن ما آلمانیستیم بله. هیچ وقت نمیگن که ما از اینجا هستیم یا اونجا هستیم ما هم کوشش کنیم که با هم دوست باشیم با صمیمیت اگر ما شما یک جای باشیم هیچ کس ما شما را از هم دور کرده نشده کتاب میتونم براتون بگم در لابلای کلامتون عدم دانش و عدم مطالعه در کشور ما باعث تمام این بربادی ها در وطن شده اگر که مقدار هموطنان عزیز ما چشمان خود را باز کنند و اولادای خود را تربیت کنند سوق بدن به طرف دانش و علم که اینا کوشش کنند مطالعه کنند کتاب های گوناگونه حتی تاریخ ما را بخونند همین که عدم آگاهی از تاریخ وطن ما باعث این بربادی شده متاسفانه اگر دانش ارزش گسترده شود ما میتونیم یک زندگی بسیار خوب و با صلح و صفا داشته باشیم با امید اون روزی که امیدوار هستم که مکاتب ما یک ذره فعال شوند و در این راستا یک مقدار بتونه حرف هنرمندان ثابت شود این مابین و آرزومند عزیز هستم که صلح و صفا در سر تا سر کشور ما تامین شود بله و امید همه ما شماست که پس برگردیم به کشور عزیز خود و باز همون جایی داره با شما یک جای تجربه کنیم من خودم واقعا به حد علاقه‌مند هستم که دوباره در اون ملک خود برم و همیشه که یاد میکنم از خوشیشان از محبتشان کسایی که یادم وطن است که ما شما رو پاس در این جا آورده بازم این کالای وطنی رو در جانم کرده میبینیم در این استیج ما هر کدام ما هر نمایندگی از هر منطقی افغانستان خود میکنیم لباس های مختلف افغانی داریم و ما از محبت های کسایی که در هنجا با ما داشتن و هر کسی که واقعا به پیشانی گشاده از ما یک میمان نوازی کردن بازم تشکر میکنم ما اینجا یک پسر بسیار جوان نازنین داریم سروش جان عزیز کسی که واقعا دستایش به حد جادویی است همونطور است عزیزم جوانتری کس در گروه ما امیال امشب بعد از ایره جان من هنوز ایره جان اول خدا تام بر مرا نام سر سروش خود کار میذار کنی خیر فا بیننده عزیز در گروپ ما یک بچه بسیار جوان و خوب هست که واقعا این بچه نازنین سروش جان عزیز که پنجه‌هایش بسیار جادویی است که در آینده نزدیک یک مصاحبه بسیار خوب با ایشان خواهد داشتیم طبله می نوازن، دول می نوازن و دیگر کارایش هم من زیاد نمی فهمم که باز حتما در مصاحبه که با ایشان داشتیم حتما با ایشان خواهد بودیم یک بچه جوانی که در اینجا متولد شده یا نمی فهمم که نه ما بزرگ شده می فهمم اینجا که در مصاحبه باز همه چیزها رو باز تکراری نشه برتان حتما میگم میبینید که اینا اگرچه که در اینجا بزرگ هم شدن اما چقدر علاقه دارن به کارهای افغانی و به موسیقی افغانی حالا میخواییم که سروش جان کوتا یک نغمه بسیار مقبوله برتان بنوازه که شما ببینید تصدیق کنید که امراس میگم یعنی با اجازهتان گپایی تا سروش جان گل میمانیم به اینترویو چون باز برای مردم آشنا میشه آهنگ مقبول از رشا جان و فیروز میشنویم که خودشان آهنگ خود معرفی میکنن و بعد از اون میریم با هم و بعد از اون دوباره میریم سر هیت صحبت میکنیم و انواع زنه مداری خود خواهد داشتیم دوستان عزیز من یکی از آهنگ های اجرا میکنم که از محترم دکتر فرحان است کمپوزش است و خودشان خوانده بود در رادیو و تلویزیون و بعد از اون من خواستم که آهنگم بخوانم
البته خودش نبود رو من اجازه بگیرم. من امشب این آهنگ یک بار دیگر تکرار میکنم که تقریبا 24 سال پیشتر یا 25 سال پیشتر را در رادیو و تلویزیون افغانستان خوانده بودم. شوام صد خلب خندان تو شوام صد خلب خندان تو با دل دارم با ترمان تو حوزه هجرانت لاکم کجای زه هجرانت لاکم کجای Thank you.
بینندای عزیز آهنگ رشا جانه دیدیم بسیار آهنگ مقبول بود اگرچه خودشان معرفی کردند که بازخوانی شده بود اما بازم آهنگ بسیار مقبول خواندن و شعر آهنگ بسیار زیبا بود من خود زیاد خوشم آمد شما رو مطمئن خوشتان آمدم بریم طرف هید آل همیشه طرف راست سر میکردیم طرف چپ خود رو ببینیم رامین جان نبوی و نرمند بسیار خوب ما هم هستن میمان ما امشب که ببینیم درباره هید اینا چی گفتنی های دارن رامین جان کار خودت ادامه حرفای دوستان گرامی من بازم یک عرض ادب و احترام و تبریک عید مبارک رمضان به تک تک عزیزان ما هموطنان عزیز ما عرض ادب دارم دوباره خدمتتون فقط میخواستم تبریکی بگم چیزهایی دارم امروز میخواستم برایشون تقدیم کنم عاشقانه های زیبایی است که قبلا هم شاید شنیده باشند دهمان خدمت دارم. رامین جان گال تو سود نمیشه که آهنگ برای او خطر که ایدی از برای چیز. کدام خاطره کدام گپ از هیت داشته باشین خودتان اید خودتان چه قسم از قسم قسمت زیابی میکنین؟ اگر حقیقت امر بپرسین من تو باید آزادانه تر صحبت کنم. از زمانی که ترک وطن کردیم و از آغوش گرم فامیل دور هستم متاسفانه باید با صراحت بگم تو آزادانه مو تو صحیح تجلیل نکردیم به خاطر از اینکه خب همون نبود فامیل نبود هموطنان عزیز و نبود وطن آدم میگن خب دور از پدر مادرای عزیز ما باشه عمرشان جاودان باشه و رفتگان رو خدا رحمت کنه این آزادانه باید براتون بگم بی پدر مادر آدم باشه بی وطن نباشه یعنی درد و اجران متاسفانه بسیار سخت است خب هر کار که بکنیم بازم همون سوز وطن هست در وجود ما و شما کوشش میکنیم اگر رقم این درد از خود پنهان کنیم که دیگران نبینند خب منتها در رخسار ما همیشه این آشکار بوده و آرزوی ما این است که اگر باز خداوند مهربان باشه باز با ما البته که همیشه مهربان بوده پس دوباره به وطن عزیز خود برگردیم باز همو شهرها فرهنگ‌های مختلف لهجه‌های مختلف همو زیبایی‌هایی که در وطن دوباره پس ببینیم این همین آرزوی بزرگم است خب این هم هر کس از نظر خود یک روز است ما شما بودن هم روز فکر میکنم جمع کردن دوست ها است که ما یک دیگر ببینیم که شاید در وقتهای نمیتونیم به یک دیگر برسیم از شما آهنگتان رو مشنیم ایدیه که شما تهیه کردین برای من همیشه کوشش کردم به شنونده های عزیز خودم کسایی که طرفداران یا طرفدار آواز ما یا هم سبک ما هستن عاشقانه های زیبای ساختم همیشه یک پیام داشتم در شعر در انتخاب شعر کوشش کردم که پیامی به عاشقان داشته باشم پیامی به عزیزان خود داشته باشم که همیشه شاد باشن لبخند بر لبانشون باشه این دیگه می آرزوی من است براتون یک از آهنگای ساختای خودم براتون می خونم شعر از جناب ایدری وجودی است بسیار عالی شما از آهنگای عاشقانه گفتین همیشه کسایی که هر رقم آهنگا را می خوانند یا هر شعر را می خوانند باز ازشون سوال خلق میشه که خودتان عاشق نباشین رامین جان صد درصد اگر انسان عاشق نباشه هنرمند همیشه عاشق است یعنی عشق است که او را مجبور میسازه یا به یک کاروایی یا آفرینش بدون عشق هیچ کار نمیشه واقعا هنر با عشق است آره باید چیز نمی باشه عاشقانه به هر اگر آواز خوان می سازد مثلا می خواهیم داخل بفرمایید خواهش می کنم شما شما جایی مگر وقتی که هنرمند عاشق نباشه نه عاشقانه نواخته می تونه و نه عاشقانه خوانده می تونه فایده نداره باید احساس وجود داشته باشه راست می گه خب می شنویم که رامین جان گل چه تعدیده برم اسیرم در خم امواج چشمان سیاه تو چه خواهم کرد با گردام دریای نگاه تو اسیرم در خم
البته که باید با سرعت بگم ایراد جان کاظمی تنها نوازنده نیستن، کمپوزر هستن، آهنگساز بسیار برجسته، با اخلاص دوست خوبیم و همین اخلاق و اخلاصش مرا گرویده خود کرد. و برالاویزی ازی که شریف زاده است مجید زاده. صد درست از کاراکترش معلوم است. عزیز ماستیم، جان سپاس. خب بیننده های عزیز، قسمه که ایراد جانم گفتن ببینیم امشب یک شب بسیار خودمانی هست. اما هنرمندایی که به دیگر دست میدم که تا یک برنامه بسیار خوب و یک برنامه ایدی بسیار خوب باشد. حافظ جان آهنگش مانده که آل یک آهنگ بسیار مقبول از حافظ جان بخش منصور میشنوید. ببینیم که بر ما اونا چی توفیه ایدی دارد. خودشان حتما آهنگ خود برنامه. با هزار سپاس از شیلا جان از برنامه خیلی زیباش که دوستان آهد عزیز ما را اینجا به خاطر برنامه ایدی جمع کردن. نظر به تقاضای دوستا من یکی از آهنگای زنده استاد این بخش استاد خبرتون میخوانم که امیدوار است مورد پسند شما دوستا و وطندارای عزیز ما قرار بگیره روی استاد ما شاد باشه طبعا که در او آب تاب ما خونده نمیتونیم اما صرف همقه که یاد از بزرگ من شد Love.
طرف ایرد جان که ایرد جان بر ما چی میگه از هید و از خاطرات خود و از وقتی که هید میباشه ایرد چی کارهایی میکنه؟ در دیگه ایدا خب بسیار خوش بودم در اید خوش آمدم مگم ایدی من خودت که ندادی یک قسم دیگر رو میگه ایدی چی میخواید؟ دو ساعت با تمام مردم افغانستان هستید این کلانترین ایدیست که شما گرفتین درست هستن؟ امیره بخواستم بگم شیلا جان که تقریبا در تمام ایدا همیشه ایت میشه از این گل صبح که ما امروی هموطنهای خود هستیم تقریبا تا نوختاره بخاطر که معمولا در برنامه ما شما میباشیم و حتی زیادتر وقت شده امرای فامیل ما از طریق تلویزیون اید مبارکی کردیم کل ما شما امید از دم از دیگه امسال هم گپ شد ما شما از طریق تلویزیون امرای فامیل ها هستیم و اما ای که ما شما وقتی که در هنرمند میشیم یک به تلویزیون کار میکنیم ما یک فامیل کوچکی که داریم نیست تمام ملت ما فامیل ما میشن و از اون خاطر ما خوش هستیم که امروز با همه هستیم و خاطر خوش ایدی خو از ما خو ایدی نگرفتی باشه قرض پارسال کرد پارسال کرد دیگه پارسال بگیرم باز کلش یک جایی یک چیز بگویم که خاطره خوش خوب زندگی کلش پر از خاطره هست هر لحظه زندگی خاطره است دیگه چی خدا از خاطره تلخ دور داشته باشه همه دوستا با شما را ما تا اون وقت خاطره خوش نمیگم در حساب اید که اون وقت خاطره خوش بر ما شاید باشه که یک روز همی بدون ایدام تمام روز هموطنان ما در افغانستان که بتون بیرون برای یک قسم اتر خدایی رنگ رنگ احساس آرامش کنه اونو وقت باز من میگم راستی از اید من خاطره خوش دارم که بدون اید اینجا اید فقط میتونیم برای شما اید شما اونو وقت منتظر هستم امیدوارم شما تاسو خاطره این هموطنان ما بره که دیگر نگوین که از کدام سمت هستی از کدام شهر هستی کدام لهجه و کدام لسان هستی رامین جان بسیار عمیانه یک او وقت انشالله جور بشه اساسی را بیان کردن و نظر بسیار خوب است باز از جوانان بخصوص کسایی که اندیشه نو دارن و نام خدا جوان هستن اصل موضوع امی است که دشمن در بین ما و شما یک نفاق مندازه و از همونجا برخواسته امی نفاق صحیح است؟ بیاییم که دیگه تفرقه و تعصب در بین ملیت ها و ایگپا نداشته باشیم تا ای که بتانیم که یک افغانستان متحد و در زم یک ملیت متحد همه ما شما یکی استیم خود ما رانتیم باید خود ما رانتیم گناه از خود ما رانتیم اول حضرت مولانا صاحب میگن که تعصب خامی مغز است بله همیست که زندگی انسان تعصب خراب میکنه اگر همدیگر ما با آغوش بگیریم با لبخند یک دیگر بتانیم درک بکنیم و سعی کنیم از انتقادهای بیجا بزنیم نقد بکنیم همدیگر بسیار زیباست ما همین که
دور هم زندگی میکنه با چند ملیت مختلف سالیان دراز هزاران سال زندگی کنه. ولی در این چند سال اخیر متاسفانه جنگ ها باعث شده که ما و شما از هم گسیخته شویم و آرزوی ما و شما اون هرمند هم ایست تعهدی که در برابر اون هرمند و رسالتی که به دوش ماست همیست که پیام داشته باشیم به بیننده های عزیز خود، به عزیزان خود، به جوان هایی که بعد از ما نوجوان ها میاین، این کودکان ما باید این را بیاموزند که ما تاریخ کهن داشتیم. ما چیزهای از خود داشتیم. رامین جان، بازی ازی مسئله را تنها کسی میخوره که بسیار زیاد معذرت میخوایم عقلش کار نمیکنه. با عدم آگاهی سبب و مطالعه. واقعاً با دقیقاً با شما همگام هستم. بیشتر هم میگه باید مد نظر بگیریم که نگذاریم که دبای نماز دشمن نکنه. خب میبینین بینندگان عزیز که هنرمندان ما به حد خوش هستم که با شما هستم و هم آرامی شما را میخواهم. اما ما به خاطر از اینکه اعتدال مراحت کرده باشید، آهنگای تری زیاد خواندید. شما خواندید، ما براتون چک چک کردم. اینال خودت پشتو چک چک کن. این دیگه مثال از فکایی های اید بود. اینال بابا شما پشتو چک چک میکنم. آره جا پشتو سم میکنم. و سوشتو پشتو مینوازه. و اونرمده پشتو میخوانم. و همین جان تبلیه پشتو مینوازه. و اونرمده عزیز ما یک آهنگ بسیار مقبول مقبول پشتو. و شما پشتو ثبت میکنید. و شما پشتو ثبت میکنید. متوجه هستین بینندگان عزیز که اینمی آقایان میخواین که مرز زیر تاثیر خود بیارن. مگم نه سیر قیمت از بسیار خیال درستین زیر تاپی هست. اما ده نفر شما یک نفر من. زبان ما بسیار تیز است. باز بس به درازا نکشه. یک چیز دیگه میخواستم پیش از آهنگ بگم که اما تو که اول دوستا عید مبارکی و همه چیز شد بخیر. یک چیز دیگه که نگفته نمونه از عمر جان و همکارایشان که تا بال اونام بیچاره عیدی ندارن برای فامیل هیچ کس از اول تا امیال شیشتن همکاری از دیگه از امیج عیدتان تبریک. ما بیشتر هم تشکر کردیم بازم از دو آقایی که اسمشان رو متاسفانه نمیفهمم اگر یاد میکردم که عمر جان هم تا بیشتر هم اینجا بودن اصلا باید با فامیل نداشتن با ما بودن که صفی الله نقیب بله رشان جان یک نام ما صفی جان و نقیب جان اینا نقلم تقسیم میکنیم تابیر باشه نام نواتا و عمر جان کس هست که سالون دلوکس است و خود ما و شما دلوکس هستیم. سالون دلوکس در راست بختاران سالون بسیار مقبول و امشب ما میمانشان هستیم. خب میریم آهنگ پشتو میخوانین و ما آهنگ پشتو را ثبت میکنیم. مگم یکی ببخشم یا کپتان مطول است یکی اعلان است ما این را باید بگویم و لطفا همی مطلب مرسل بگویم یکی اعلان است که آدم بخاطر یک سالون اعلان میکنه و یکبا مگم دوستای عزیز فقط راست میگم که واقعا یک سالون مقبول است بسیار زیبا بسیار پاک و سرویس عالی و سرویس عالی بله و می آقا با لطف خوش با نامای نو که گرفتن از طرف ما دم بدن بر ما میجه چای یک چک چک بر شما و می آهنگ پشتون هم بر شما تقدیم میکنم و بر نقیب جان متین جان و یک قول بودید که می اونم دو عزیز ما یک کنسرت بسیارم که مقبول برای عزیزان هموطن ما داشته باشند همین گروپی که هستن هر کدام خاطر انگیز است کارهایشان در دل مردم شیشتر. خب رامین جان گل ببخشید من گفتن گرفتم یک پیشنهاد بسیار خوب هر کسی که میخواید که کنسرت همین گروپ برشان گرفته شود بر من یک مسیج نوشته کنن ما این کنسرت را به زودترین فرصت بوی امرو امر جان گم میزنیم بمی سالون برتان میگیریم. خب آهنگ بشنویم. Ya bu jaan tad urwa
برنامه ایدی که امشب ما داشتیم، امیدوار هستم که همه شما خوشتون آمده باشه. میخوایم ساعت‌های با شما باشیم، اما وقت برنامه تمام شد. آریان جانم برای ما اشاره داره که برنامه تمام شده. ما شما رو به خداوند متعال میسپارم. امیدوار هستیم که این روز شما عید و شبای شما برات باشه. تا برنامه دیگه ببینیم که خداوند ما را در کجا میبره و چی برنامه های با شما خواهد داشتیم با کدام هنرمندا. خدا حافظتان، روزهای خوش باشه. خدا حافظتان. بدرود. بخیر در آینده. خدا نگهدار. بدرودتان.